از اسلام آباد با ماست. همسر او یاسین مالک از رهبران گروه های کشمیری بوده که الان در زندانه. خانم مالک، چقدر این اتفاق غیر منتظره بود آنچه که در جامو کشمیر اتفاق افتاد، به خصوص که حزب آقای نارندرا مودی گفته بود از اول که او میخواد یک همچین کاری انجام بده؟ این یک مسئله بسیار ترسناک و دهشتناک است. به صورت قانونی ماده 70 قانون اساسی رو الغا کردن، ماده‌ای که یک وضعیت ویژه رو برای جامو کشمیر بر اساس توافقات سازمان ملل قرار داده بود. ما همچنان تلاش می‌کنیم که حق تعیین سرنوشت خودمون رو به دست بیاریم، حقی که به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شمرده شده بوده و این توافقات سازمان ملل انجام نشده در هند. وضعیت به شدت خطرناکه در منطقه، به خاطر اینکه میخوان وضعیت اکثریتی غالب مردمی که در اونجا زندگی میکنن رو به صورت ساختگی تغییر بدن و وضعیت جامعه رو کاملا عوض کنن. و آقای مودی به دنبال پیاده کردن سیاست‌های خودشه و این در حقیقت با تمام توافقات و قوانین بین المللی سر سازش نداره و وضعیت امنیت رو به شدت وخیم کرده. من از تمام کشورهای عضو شورای امنیت ملل میخوام که بر اساس ماده 35 در حقیقت توافقنامه سازمان ملل در مقابل کشوری که میخوان وضعیت رو در اینجا و وضعیت امن و صلح و آرامش رو در منطقه تخریب کنه مقاومت کنن و مسئله رو به شورای امنیت ارجاع بدن. این مسئله و مشکل بارها و بارها در گذشته تکرار شده و این دفعه هم وضعیت میتونه به شدت وخیم بشه و این وضعیت اگر و همچنین ادامه پیدا کنه حتی امکان یک جنگ هسته‌ای در منطقه وجود داره و یا یک در حقیقت خوشسالی عمومی در منطقه، مسئله‌ای که وضعیت بسیار بدی رو برای انسان‌های اینجا و در منطقه ایجاد خواهد کرد. من از هند و تمام کشورهای این ول می‌خوام که این اقدام رو متوقف کنن و الغای قانون اساسی رو برگردونن. صحیح. خانم مالک، قبل از این اتفاقات زندگی اونجا چطور بود؟ آیا زندگی اونطوری که مردم این منطقه عمدتاً مسلمان نشین میخواستن در جریان بود یا براشون زندگی مشکلات زیادی داشت؟ دقیقا همینطوره. شما تصور کنید خودتون رو در این وضعیت، وضعی این که دائما نیروهای نظامی وجود دارند، در هیچ تلفنی کار نمی کنه، اینترنت وجود نداره، تلویزیون و رادیو سانسور میشه، غذا و خوراک به اندازه کافی نمیرسه، مدارس و دانشگاه ها به خاطر حضور نیروهای نظامی متوقف شده و دولت هند است که برای مردم تصمیم میگیره بدون اینکه نیازها و مطالبات اونها را در نظر بگیره. این وضعیت به شدت ترسناکید. مثل همسر من که الان در زندان است، اون یکی از رهبران و افرادی بوده که تلاش میکرد وضعیت اینجا تغییر بده و الان در یک سلولی قرار گرفته که هیچ امکاناتی نداره، حتی دستشویی هم وجود نداره، به لحاظ فیزیکی و ذهنی به شدت وضعیت بدی داره و هیچ رسیدگی هم بهش نمیشه. تمام زندانیان سنی چنین وضعیت دارن و هیچ حق و حقوق ابتداییشون هم در نظر نمی گرفته. متشکرم از شما میشل مالک، از فعالان سیاسی در جامو کشمیر که از اسلام آباد با ما صحبت میکرد.